سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه سری مبارزه عجیب غریبه دیگه. این برنامه عجیب غریبه چون درخواست زیاد کردین. این خانومم خانوم تران علی دوستی نیست، تیپشو زده بودن، همین تیپ بود، صورتی البته. ایشون داره معرفی میکنه فایترها رو. این برنامه برنامه عجیب غریبیه، شاید ندیده باشین، بعضیاتونم دیدین، خیلی درخواست کردین. فایت ام ام ای تیمی، اینم تیم لهستان، یعنی تیم هر کشوری میان با هم تیمی میریزن سر هم دیگه. 5 نفر اون ور، 5 نفر اون ور، دعوا. البته مبارزه ام ام ای خیلی هم قوانین داره ها، انگشت نباید تو چشم بکنی، گازم نباید بگیری، همین فقط داور همینه میگه آخرش. من خودم به شخص زیاد قلبی دوست ندارم اینا رو، چون ورزش اینه که شما 2 نفر رو برو هم دیگه قرار بگیرن مردونه ورزش کنن. اما خب بالا، اینم تیم سوئده که داره وارد میشه. اینا رو هم به صورت سریالی براتون میذاریم هر کشوری. این الان سوئد میخواد با لهستان ام ام ای فایت بکنن، جنگی رو برو هم گروهی، جنگ گروهی زمین میزنن. میگه یه وانت آدم بیاد اینجوری، این بدون چوب و چماق و این داستانا در ام ام ای میخوان فایت بکنن. 5 تا هم داور داره، یعنی هر داوری 2 تا رو میپان، هر کی تموم بشه میره بیرون، اون یکی ها میتونن سر بقیه هم بریزن. یعنی اگه 2 نفر رفت بیرون شد 2-5، اون 5 تا میتونن بریزن سر اون 2 نفر. ولی هر وقت طرف تسلیم بشه تمومه، چون داوره داره میبینه. این نیست که دیگه بکشن طرفو، این ام ام ای واقعیت. فرقش با ام ام ای اینه که یهو 2 نفر هم میتونن بریزن سر اون یکی، 3 نفر هم میتونن بریزن سر اون یکی، فرقش فقط همینه. واقعا چیز عجیب غریبیه. ببینیم چیه درخواست کرده بودین. تیم لهستان پولند در مقابل تیم سوئد، بزن بهادوراشون اومدن، ببینیم چه کاری میخوان انجام بدن. این توسیا تیم لهستانن، مشکیا تیم سوئد. سوئد از نظر حقوق بشری هم خیلی بالاست، ببینیم اینجا چه جوری کار میکنه، ببینیم اینجا حقوق بشر رو میتونه بده یا نه. حقوقشو میدن، همون لحظه طوفانی شروع میشه. نگاه کنین، میریخت از سر هم دیگه. اصلا مگه میشه این صحنه رو ببینید؟ بوم، این داره اون یکی رو میزنه، یکی اون یکی رو داره میزنه. ثانیه 8 ثانیه از مبارزه گذشته، نصفی تا الان فکر کنم ضرب دیدن، در خاک دارن ضربه میزنن، در ایستاده میزنن. خیلی ممکنه بگین داداش ما اصلا نمیبینیم چی داره به چی میشه. نگران نباشید، ما در مبارزه‌های بعدی و حتی این مبارزه دونه دونه تیکه‌هام بهتون نشون میدیم. برنامه‌مون طولانیه، ناکو 2 نفر ریخته سر اون یکی، لگد داره میزنه تو سر و صورتش. این دیگه واقعا نافرمه، واقعا نافرمه. اما دیگه به هر حال درخواست کردیم، اونا که دوست ندارن همین الان برن بیرون و نبینن این برنامه رو، اونا که دلشو ندارن نبینن. 2 نفر 3 نفر نگاه کن، یعنی گوشکوب اون یکی هم با پا. ولی خب داور سری میاد تموم میکنه اون مبارزه رو، میگه آقا شما بفرما بیرون. اما به محض اینکه یه نفر میره بیرون، اینو نگاه چه لوکیکی زد، کمونه کرد دوستمون. به محض اینکه اتفاق میفته یه بقیه میتونن بریزن سر اون یکی، تموم شد. تیم لهستان درو کرد، بعدیش اینه یکی اونجا بخوره زمین به بازه، تموم میکنه کارو. و اونجا میان با هم دست میدن و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. جنگم این مدل، جنگ مدرنه، بلافاصله دست میدن، یکی که هنوز نتونسته باشه. درسته درخواست خودشون هم بوده، اینا تبعید نشدن به این مبارزه، خودشون خواستن، دوست داشتن. حالا بریم جدا جدا ببینیم چه اتفاقی افتاد بین ایشون که سامبوکاره و اون یکی موتایکاره. ببین الان فقط دوربین داره این دوتا رو نشون میده، تقابل بین سوئد و لهستان. ولی این دوتایی که تو عکس اول دیدین، ببین چند تا آپرکات، قدش هم بلنده، یه نیام زد باز به سر و صورت سوئدی. هیچ کاری هم سوئد نتونست بکنه، اومد جا ضربات پی پی، به محض اینکه زد تمومش کرد، میره سراغ بعدی. اینجوری تیمش یه نفر بیشتر داره، چون هم تموم شد. این یکی رو بریم ببینیم. آ اینو دیدید، سامبوکار پیروز شد، موتایکا رو شکست داد. اینم صحنه آهستش، میش اگه خورده بود که دیگه تموم بود. جا آوردش در خاک، ضربات پایپه به پهلو و سر و صورت دیگه، اونم داور دید تمومه و تمومش کرد. مبارزه بعدی استریت فایتینگ، جفتشون دعوا خیابونی کارن. ببینیم دوتا چه اتفاقی افتاد. همون اول در خاک اومد، چند تا ضربه رو داره میزنه. نگاه کنید به چه صورت، به سر و صورت حریف داره ضربه میزنه. دوربینو میبینید داره دقیقا همون شخصی که اول برنامه بهتون نشون داده داره نشون میده که تقابل بین این دوتا چجوری بوده، چقدر وحشتناک. این رایزین میمونه. حالا ببینید اون یکی که زده بود یکی دیگر رو اومد سراغه، یعنی شدن 2 نفر، 2 نفر حالا شروع کنن به زدنه این یکی. و اینجا دیدی که باز این یکی رو هم لهستان شکست داد، 2 نفر از سوئد رفتن بیرون، 5 نفر ریختن سر 3 نفر.
استریت فایتینگ ایشون برنده شد. این صحنه نگاه کنید چقدر بدجور ضربه میزد، واقعا این ضرباش وحشتناک، این گوشکوب میکوبید. این هم دیگه ضربات آخر دومی نفر بهش اضافه شد دیگه، واقعا دومی نفر سومی نفر میان تمومه. بین این دوتا ام ام ای فایتر با دعوا خیابونی، اونی که لهستانیه ام ام ای فایتر، اونی که سوئدی دعوا خیابونیه. اینجا نگاه کنید سوئدی روه در فولگارد، البته اون یکی مبارزه بغلیه، اینجا لهستان داره عین گوشکوب بهش هامر پانچ میزنه، هامر پانچ های پیاپی به سر و صورت حریف داره میزنه. داورا رو ناکنید دونه دونه مبارزه رو دارن میپان، هر مبارزه رو، یعنی انگار چند تا مبارزه ام ام ای داره تو یه جا انجام میشه، گروهی داره برگزار میشه، گروپه. گرفت ریر نکت چوک محکم و تمام تپ کرد، با ریر نکت چوک پیروز مبارزه شد شخصی که ام ام ای فایتر بود و ام ام ای فایتر پیروز میشه. استریت فایتینگ میبازه، نگاه کنید اینجا گردن رو گرفت، اینجوری خوبیش اینه به تفکیک هم میبینید چه اتفاقی افتاد، چون همزمان که نمیتونیم 5 تا رو ببینیم، منم نمیتونم 5 تا رو گزارش بکنم که. مبارزه بعدی بوکسور در مقابل موتای، اونی که لهستانی بوکسور، ماشاءالله چقدر بدجور داره به ما نگاه میکنه، خیلی وحشتناک نگاه میکرد. ببینید صحنه چه اتفاقی افتاد، زانو نیای محکم پیاپی به سر و صورت حریف، یه دونه لو کیک، چقدر وحشتناک دارن اونجا مبارزه میکنن. اوورهند این گوشه ساق گوشه سمت چپ داریم میبینیم واردشون رو، یه دونه ضربه میارش دقیقا، حالا دومین نفر اضافه شد، دومین نفر هم داره ضربه میزنه. ببین دو نفر ریختن سر یه نفر دارن ضربه میزنه، داورم اونجا داره نگاه میکنه، یه ذره هم دیر تموم میکنن، اونم دید دیگه کار این یکی تمومه رفت، گفت شما بزن کارهای داریش انجام بده من برم به بقیه برسم. اینجا تموم شد، اینجا تموم شد فایتای وحشتناکی. مبارزه بعدیشون هم که دیدید پس این بوکسور بود که پیروز شد و موتایکا رو شکست و صحنه آیستش هم میبینید، مثلا فقط بوکس میکرد، ضربه که دیدم میزد اول یه لوکیک بعد شروع کردن به بوکس، ضربه زدن به سر و صورت هم دیگه، آوردش در خاک، در خاک داشت میزد که نفر بعدی هم اضافه شد و پیروز این مبارزه شد. سامبوکار در مقابل موتایکای، سامبوکاره از لهستانه، داریم میبینید موتای کلینش کرده، چند تا ضربه محکم زد به شکم عرف، اینجا میخواد به پشت پرتش بکنه، موفق نمیشه، ما هم هی سویچ میکنیم آدم ها رو قاطی میکنیم، میریم به آدم اونوری، اینجا میان در دوباره ایستاده. ببین چقدر ضربای وحشتناکی میزنه این لهستانیه، حریفو میاره در خاک، دوباره شروع میکنه ضربه زدن وسط تصویر، دقیقا وسط تصویر دوربین داره میگیره، در سایت کنترل نگه داشته بود. ببین اینجا دیگه خبر نداری حریفات دارن چیکار میکنن، تم تیم میاد، تم تیم میاد، اگه بوازن یهو با اینکه تو بالای یکی میاد تقی میزنه تو سرت، اینش بده. میبینی حالا اون یکی اومد، میبینی هی اضافه شدن دیگه 4 نفر، داور احمد سری تموم کرد. این شد که لهستان شکست داد سوئد رو، پیروز شد سامبوکار و واقعا میتونیم بگیم یکی از عجیب ترین فایت هاست. ما چند تا برنامه داریم امروز، چند تا تیمای مختلف هم میان، بعد اینا رو همینطوری میبریم جلوتر، فینالشون رو بهتون نشون میدیم به چه صورته، چون خیلی دیگه تقاضا کردیم و بعد از یک سال دیگه واقعا مجاب شدیم بذاریم، چون گفتیم دنیا داره برگزار میکنه، برای صورت ما همینو گزارش میکنیم، تاییدش نمیکنیم اما داریم گزارش میکنیم، آدم هر چیزی که میبینه که نباید خودش اجرا بکنه که. اینم نکته اخلاقی این برنامه. رینگ رو نگاه کنید چقدر رینگ بزرگ، اول مبارزه که شروع میشه این مبارزات قرون وسطاییه، یهو حمله میکنن و هم دیگه، فیلم گلادیاتور بود و بعدش هم فیلم گلادیاتور بدتر بود، داشت تپ میکرد، تپ که کرد تموم کردن و پرو پیچو خم نامیزون، خداییش خیلی قلدر بودن این لهستانیا. ترانم اومد و اعلام میکنه که پیروز مبارزه تیم لهستان، البته اینجا با کوچ همواره مشکی هستن، اونجا با صورتی بودن. خب بیریم برای اینکه کشورهای دیگر هم تقابلشون رو نشون بدیم. بعد جالبیش اینه اینا با هم میان بالا، از ویا میان بالا به هم میرسن، مبارزات پیچیده تر میشه و باحال تر. بریم ببینیم فایت دوم کی با کی هستش، فایت های تیمی، مبارزات گلادیاتوری، اینا کی بودن؟ فرار کرد تا ترانه اومد، فرار
خب برای معرفی میکنه خوب هم از دخواهد میاد تقریبا لبسی نباید ناراحت شام شد خوب هم از این چیز بعدی در صورت خیلی با وقار بدی ببینیم چه تیمی میخواد وارد بشه به موسکو راش روسیه روسا اومدن وسط تیم روسیه لباسای روسی دارن و پنج نفرشون وایستادن وزنهای مختلف واقعا جنگ دیگه دعوای خیابونی پشوانتی پیاده کنیم دمه در رو یه تلفن و یه حرفا خب تیم بعدی چک پراگ تیم پراگ بویز هم نیکنیمشونه اونم که هم میبینین یه چیزی بسته به خودش بغل خانم وایستاده سرداور مبارزه است دل تو دلشون نیست این مبارزه رو آغاز کنن دل تو دلشون نیست فایت دوم داور تنها کاری که میکنه میگه چش انگوش نکنید و گاز نگیرید یه دستم با هم بدین قبل مبارزه دستم میدن و یکی که داره خودش رو میزنه قبل مبارزه دیدی؟ یکی داشت تو سر خودش میزن مبارزه از همین لحظه آغاز شد بوم شاخ به شاخ شروع کردن ضربه زدن اول شاخ به شاخ هم مهمه یه سری میان تو زمین یه سری میان فول گارد یه سری میرن در خاک یه سری ادامه میدن ببین الان در سایت کنترله حتی در آخر به تفکیک میگیم میاد در تاپ مان ببین بعد در یک نگاه که میکنی میبینی مشکی ها الان یکم روان و روسیه رو ببین داره سویچ هم میکنن روسا دارن سویچ میکنن یه سری روسا اومدن بالا اومدن میگم چک بالاتر روسای سری سویچ کردن اومدن رو این گیوتین رو گرفته و اگه بتونه گیوتین رو بزنه میتونه سابمیشن کنه یکی رو نگاه کن آرنجای پای پی در تاپ مانت داشت میزد به سر و صورت حریف اینا هم که در فول گارد هم دیگه رو گرفتن کارهای اداری رو دارن انجام میدن میبینی هر داوری یه فایتو داره میپاد 5 تا داوره اگه تموم شد بذاره که این قشنگ تو فول گارد نگه داشته با اینکه سره یهو میبینی اونجا یکی باخت از تیم روبرو میاد با لگد میزنه تو صورت این مبارزه عوض میشه داستانش پیچیدگیش همینه واقعا تیمیه من عرض میکنم تایید نمیکنم مبارزه رو دارم فقط براتون گزارش میکنم چه ضربه های بدی به سر و صورت پهلو حریف میزنه با آرنج 12 به 6 داره ضربه میزنه به پشت حریف اونم تسلیم نشده داره مبارزه ادامه پیدا میکنه اینم در گوشه رینگ در تاپ مات به داور میگه آقا تمومه اونم تموم نکرده این ضربه های وحشتناک پیپ جو هم میدن و دیگه میاره بالا محکم میکوبه اون که پهلو میخوره خیلی وحشتناکه با ضربه های وحشتناکش حالت ساکر کیکی ولی حالت 12 به 6 محکم ضربه میزنه اینجا داور تصمیم گرفت که بگه این تموم ببین این که کیکی که تموم شد کلا حمله میکنه به اون یکی 2-1 میشه سختیش اینه یکی بره بیرون خیلی داستان پیچیده میشه حالا دو نفر به این نفر چه کرد با حریف جدا جدا هم داریم ببینید وقتی دو نفر میریزن سر یکی دیگه کاری نمیشه کرد اوه وحشتناک میزنن واقعا ما هم جو میدیم ولی واقعا با جون و دل میزنن چه کجا پرت شد یکیشون اومدیم بعد انواع اقسام فنون کشتی جودو جوجیتسو بوکس ام ام ای همه داره اجرا میشه اما عجیبیش اینه که یهو دو نفر به یه نفر دارن میزنن سه نفر به یه نفر دارن میزنن و به محض اینکه یه نفر تموم میشد بره بیرون و باقی تیم بمونن حالا ببینید 5 نفر به یه نفر دوستمون قل میخوره یکی دیگه هم اینجا مونده با اینکه سر بود رو حریف اما حریف بعدی اومد و چند تا ضربه بیزد و رفت بیرون چیزی باقی نمونده که روسیه پیروز بشه ببینید 5 نفر به 1 نفر اصلا یه سری بیخیال شدن نیومدن گفتن همین 2-3 نفر کار اداریش رو انجام بدن داورام لامصب تموم نمیکنم مثل اینکه این داور میگه تموم نشده ادامه بدین دیدی بنده خدا یو این رودخونه که کروکودیل یهو مرغ میندازن توش ببین این دیگه واقعا از حالت ورزش خارجش میکنه میگم ما تایید نمیکنیم از حالت ورزش خارج میشه که دو نفر رو به رو همان دو تا رشته رزمی داره اجرا میشه دیگه اینا بزن بهادرای
محلن اونایی که عشق دیگه کتک کاری رو دارن گفتن حالا یه ذره با نظمش کنیم و بیایم حالا یه جایزه ای هم ببریم. دیگه گیج زده دیگه داور بعد تموم کنه. این داورم عجب بابا این داوره چه دنده ای میده، این میخواد تموم کنه اون تموم نمیکنه، میگیره حریفو میاره پای کلش میخورد پلاستیک دردش گرفت. دیدین دوید کلش خود پلاستیک دردش گرفت. حالا هم تیمیا شروع میکنن به زدن، گوشه گیرش آوردن، بچه ملبا رو میزنی حالا ببین چی کارت بکنی، پشت سر هم شروع میکنن سر بزنن. بابا داور تموم کن دیگه، بابا تموم کن آقا، تموم شد. عجب صحنه‌ای هست رو نکنم. اول میکوبم به هم دیگه این ضربه ها بدجوری که پارو میارم بالا محکم میزنم به سر حریف. موتای کلینچو گرفته بود چجوری ضربه میزنی دوستمونم که مانکی رول میزد به زمین. اول چک سر بود، بعد ترانزیشن کردن روسا اومدن رو و تونستن پیروز مبارزه بشن. موسکو راشا از روسیه پیروز شدن. پس دیدید که لهستان و روسیه پیروز شدن و اومدن بالا. خانومه خیلی جالبه، استایلش رو اصلا اینه مافیایی ها میاد وسط، استایل کاملا پارادوکسی داره وسط بقیه. و دوستان از کجا اومدن؟ سریع هم رفتن. آها این که میاد، این خانوم که میاد مافیایی همه میره. چیزی بود اینا هماهنگ شده نبود. خب حالا لهستان، همون لهستانی که دیدید پر و پیچ و خم نامیزون قلدورا اومدن، این بار میخوان جلوی چه تیمی قرار بگیرن؟ خانوم رئیس هم که اینجاست و دیدید فایت اول رئیستانه که خب ترکون و حالا بکنم لبخونیشو کردم اوکراین اگه اشتباه نکنم چون صدا رو خیلی کم داره. بله از اوکراین، تیم اوکراین. چه جالب میشه روسیه اوکراین هم بیافتن اینجا. با ما همراه باشید، مبارزه بعدی مبارزه بین هلند آلاسکا لهستان در مقابل اوکراین. به هم دستم میدن، آماده باشین برای شاخ به شاخ. الان گاز دارم میدن تو ذهن خودشون. کلاژو پایین نگه داشتن، گازو پر میکنن، یوهو کلاژو برمیدارن. ببینیم چه اتفاقی میفته. مبارزه بین لهستان و اوکراین، مبارزه تیمی 5-5 روبرو هم دیگه قرار گرفتن. ایونت اول فایت سوم. هر کدومشون میبینی که یک تخصصی داره، یکی جودو، یکی ام ام ای، یکی کیک باکسر، هر کدومشون کوهی از فایت خیابونی کردن، اصلا دل تو دلشون نیست. حالا شروع میکنن، شاخ به شاخ نمیشن، ما رو هم ضایع میکنن. این همه گفتیم گاز میخوام بدن، یواش یواش اومدن جلو. مبارزه ادامه پیدا میکنه، اون که چپ اون که راست همدیگه رو کلینچ کردن، بارو درگیر میکنه و میاد در خاک. اما میبینید که اوکراین روی چند تا ضربه هم میزنه، باری کلا به اوکراین. اینور لهستانی چقدر گنده بود، حریفو گرفته بود، چند تا رو زمینن، چند تا ایستاده. ببین یهو یکی میاد یه دونه مش به یکی هم میزنه، میتونن هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن. یهو میتونه یه نفر بیاد اینو بزنه بره، یه دفعه اون یکی رو بزنه پشیم میشه. اما سختیش اینه که یهو دو نفر بیاد روی یکی دیگه داستان پیچیده میشه. برای همین اولین کسو بتونن بندازن بیرون اون یکی تیم خیلی کارش سخت میشه. ببینید چه جوری یه دونه رگت محکم میزنه به سر حریف. اینورا بریانک چوکو گرفته و داورای همیشه در صحنه. اوه ببینید چه ضربه هایی به سر صورتش میزنه وقتی که اون بره تازه. تمام. اوه لهستان دوباره یکی انداخت بیرون. ببین چه اتفاقی میفته الان، چه قلقمی بکنه لهستان. اون بر درگیره و تمام. مثل که داور گفت نه یه نفر مونده. نه تمام. تو میگم یه نفر بره بیرون تمام میشه. لهستانی واقعا تیکه پاره میکنن و صحنه های استر رو با هم میبینیم. بعد ببینیم به تفکیک هم ببینیم با هم دیگه. این دوتا ساندا کاره، یکیشون یعنی بوشو ساندا. دوربین داره کدوم رو نشون میده. آنجا برای زیرگیری اقدام میکنه، حریف رو میاره در خاک.
اومد خارج بشه، موفق نشد، تک داون نشد. باری کلا این مبارزه‌شون جالبه، می‌بینی تک تک داریم جدا می‌بینیم. بوک چپ، بوک راست، یه اوورهند، یه های کیک می‌زنه، دفاع می‌کنه. ببینید اینجا خوب داشت اوکراین کار می‌کرد. بنده خدا داشت خوب می‌زد. من میگم دیگه یوهو یه نفر از اون ور بوازه کار تمومه. ببینیم حالا مبارزه‌شون اینجوری چجوری شد، تک به تک. تن به تنشون هم نشون میدیم. یه دونه هوک راست میزنه لهستانی. یه اوورهند اون برا ببینید، یکی اونجا رو بگیره، جنگی اونجا در جریان است. تو دارن میجنگن، یه سری ها در مرزها دارن میجنگن که ما نریم به جنگیم. نگاه کنید بیرون از مرز چه میکنه. حریفو گرفته، یه نیه محکم میزنه به شکمش. تک به تک نگاه میکنیم خوب داشته کار میکرده اوکراین، تا اینجا که این یه دونه ساکر کیک محکم میزنه تو کله اون حریفی که اون پایینه، ورقو برمیگردونه اینجا. اینجا باعث میشه یکی بره بیرون و از اون ور قلقم شدن ها شروع بشه. یهو دید اون ور یه نفر درگیره، دو نفر میان میریزن سرش، تا ضربه رو میزنه میاد در خاک. اینجا باز دوباره دو نفر ریختن سرشو و تمام. این دوتا تن به تنی که دیدی با هم مبارزه کردن، این اتفاق برای حریف افتاد. اینجوری تمومش کردن و قل خود رفت بیرون و MMA فایتر تونست ساندکا رو شکست بده. دوتا مبارزه که داشتی میدیدید، مبارزه تن به تنه این دوتا بود که اولش اینجوری شروع شد و چجوری این شخص حذف شد. داریم تک تک بررسی میکنیم که در این فایت گروهی تک تک چه اتفاقی افتاد و این فایتی که دیدید بین MMA فایتر و ساندکار به نفع MMA فایتر در اینجا تموم شد که دو نفر ریختن سرش و رفت بیرون. مبارزه بعدی کیک باکسر در مقابل کیک باکسر. ماشاءالله گردن مارک زاکربرگ رو ببین، گردن رو دیدی؟ این مارک زاکربرگ بود اوکراینیه. اینجا مبارزه شونه، اوورهند میخواد بزنه موفق نمیشه، در برگشت خوبم داره کار میکنه، واقعا دارن در وایساده خوب کار میکنن اوکراینیاها. ببین اینجا هم دیگه رو کلینچ کردن، ببینیم چه اتفاقی میفته. فتح پا میزنه، پا رو درگیر میکنه، میارتش در خاک. ببین خوب داشت کار میکرد. اون یه نفری که حذف شد دهن بقیه رو مورد عنایت قرار داد. شلوار پرنگی هم که روشه، برچمداری، مرد نبردی، شلوار پرنگی. اما خب در این مبارزه اون اتفاق نیفتاد، پولند بود که در نهایت تونست کارو تمام بکنه. اینجا در هفت خوب اینجا سابمیشن میکرد، ببین حریفو گرفته بود سابمیشن بکنه، گردنم خوب گرفته بود، اینجا سویچ کرد اومد بیرون، خوب گرفته، محکم محکم داشت اینجا گیوتینو اجرا داره میکنه دیگه، یعنی میتونست کارو تمام بکنه. ولی خطرش این بود چی؟ بقیه ممکنه بیان حمله کنن. اینجا بود دوستان نکته مهم، اینجا داشت گیوتینو میزد، داشت تموم میکرد حریفو که این دوید با ساکر کیک زد بهش. این ورقو برگردون، این ورقو برگردون که این کلا ولکت دستش رو ناک اوت شد. گیوتینو گرفته بود اما مارک زاکربرگ داشت اجرا میکرد، این ساکر کیک محکمه کارو تموم کرد. عجب صحنه ای بود، عجب صحنه ای بود. صحنه استار رو ببینید، نگاه کن، کیک باکسر باخت و اون یکی کیک باکسر از لهستان برنده شد. خوبم داشت فایت میکرد، بهتر از اون یکی داشت فایت میکرد. یعنی اینجا اوکراینی خیلی بهتر بود تک تک که میدیدیم، ولی گروهی لهستان خوب بود. ببین داشت اجرا میکرد اینجا گیوتینو که اومد یه دونه زد و کارو بس. مبارزه بعدی آرمی فایت در مقابل کشتیگیر، این فایت های رزمی جنگی در مقابل کشتیگیر. ببینیم چه اتفاقی میفته، من دارم میبینمشون، دسته یکم راستر بودن، الان وسطن. بوک چپ، بوک راست، خوب دارن همدیگر رو میزنن. نگاه کنید لهستانی یکم احساس میکنم وزنش بالاتره. درگیری بیشتر در ایستاده بود. چه درگیری بوده اینجا، داورا رو ببینید چقدر درگیرن. سر صورتش هم خونی شد. این دوید یه دونه ساکر کیک زد. این چه کاری کرد برای تیمش، این چه کاری کرد برای تیم، یعنی نجات داد تیمشو. اینجا
باعث شد که این حریف نجات پیدا کنه، ریر نکت چوک رو گرفت و این ریر نکت چوک هم فکر کنم باعث شد که بله تپ کرد، ریر نکت چوک تپ کرد، یعنی یه دونه هم ساب میشن این پیروز شد. همون حریفی که گردنشو گرفت ریر نکت چوک کرد و پیروز مبارزه شد باز لهستان. چه کردن واقعا تیم این جدا جدا که میبینید متوجه میشین که چه اتفاقاتی افتاده. اینجا گرفتش آورد در گوشه و کار رو تمام کرد. مبارزه کیک باکسر در مقابل MMA فایتر، پا رو گرفته بلند میکنه، ببینیم چه کاری میخواد انجام بده، موفق میشه یا نه، حریف رو میخواد بیاره در خاک، موفق نمیشه. یه دونه اوورهند، چند تا ضربه به هم میزنن، چقدر وحشتناک و عجیب غریب دارن به هم دیگه ضربه میزنن، اما مشخص نمیکنه که دقیقاً کی به کیه، چون دوربینم داره بد جور نشون میده، میخوره به پشت اون یکی، کمونه میکنه، میخوره به اون یکی. آها اینجا مشخص شد، پا رو گرفت آورد در خاک، یه آرنج به صورت، یه آرنج دیگه، چند تا ضربه به سر و صورت حریف داشت میزد. فیلم بردار یهو میره واسه خودش یه جا دیگه، قاطی شد. الان ببینیم صحنه آخر رو نشون میده که این دوتا چجوری شکست دادن هم دیگه. اینجا گردن رو گرفته گیوتین رو اجرا کرد، ببین برای زیرگیری اقدام کرد، فکر کنم گیوتین رو اجرا کرد، اینجا گردن رو گرفته من صحنه از برد کسی اینجا نمیبینم که یکی تسلیم شده باشه، سر و صورتش خونیه، بله دو نفر ریختن سرش. صحنه آخر این بود، یه دونه های کیک زد به سر و صورت حریف و تمومش کرد. اینجا دو نفر ریختن سرش که باعث شد مبارزه رو واگذار کنه، بله، و باعث شد که لهستان پیروز مبارزه بشه. بابا این لهستانیا چه کردن؟ MMA فایتر تونست کار کیک باکسر رو تموم بکنه، اونم به واسطه تیمی، تک به تکشون اگه مبارزه میکردن من فکر کنم اوکراین پرنده میشد، ولی تیمی اینا باعث شد که چند نفر بتونه بزنه. ببین چی کار داشت میکرد، چه ضربه هایی داشت میزد. این تیمی باعث شد که لهستان برنده بشه. کمبت سامبو در مقابل جودوکار، قیافه ها رو نگاه کن، خشن پر و پیچ و خم، نامیزون همین دست راستر هم یکم الان اومد در خاک. لهستانی حریف آورد در خاک، در سایت کنترل نگه داشته. ببینیم چه اتفاق افتاد در این مبارزه، در سایت کنترل محکم نگه داشته، سر و صورت داره فشار زیادی بهش وارد میکنه، کاملا کنترلش کرده در سایت کنترل. ببینید گوشه تصویر اینا در خاک، مبارزه که داریم میبینیم همون که مبارزه هست در خاکه. بعدی میاد شروع میکنه رگت زدن به سر حریفی که در خاکه. میبینی که میتونه کنترلش کنه، اینجا تمومش میکنه، داور میاد و کارو میبنده، میگه تمام، 5 نفر شدن. نگاه کنید داورا اومدن جدا میکنن، اینجا هم جدا کار پیروز میشه. البته چیزی از جدوش به اون صورت ندیدیم، یه دونه اول زد زمین و همون یه دونه هم بست دیگه رو دیدیم دیگه. این آبکیک دیگه داورا یهو دیدن 5 نفر داره میاد سرش، دیگه کارو بستن. بعضی وقتا هم نمیبندن. حالا در مبارزه بعدی میبینید که بهتون نشون میدیم بعضی وقتا تموم نمی کنن و صحنه های عجیب غریبی میبینید. دعا کنید سر و صورت لهستانی تیکه پاره شده، ترکیده، انقدر اینا ضربه بدجور زدن، خوب کار میکردن واقعا، ولی خب یکی که بره داستان خیلی پیچیده میشه. صحنه های سر میبینید این ساکر کیک و ضربه ای که اون شخص زد کل سیستم بازی رو به نظر من عوض کرد. نظرات خودتونم بگیم بهمون که نظرتون کلا در مورد این مبارزه ها چیه و در مورد این فایت ها هم نظر بدین، ممنونتون میشم. اینم برای دوستانی گذاشته بودیم که درخواست کردن، درخواست ها خیلی بالا و خیلی زیاد بود، حتی دوستای پشت صحنه خود منم الان با دیدن این کلا کف کردن خودشون و یه سری ها میان خیلی بالا، یه سری ها دوست ندارن. بنده خودم عین مارک زاکربرگ بود و تیم LPH لهستان پیروز این مبارزه میشه. دوستان
ما فایتای مختلف میذاریم در کانالمون، فایتامون خیلی جدیه، فایتایی هستش که MMA بوکس کشتیه و اونا رو گزارش میکنیم. اینا جنبه تفریحی داره بیشتر برای کسایی که دوست دارن برنامه رو ببینن، چون درخواست کردیم براتون گذاشتیم، به صورت سریالی هم ادامه میدیم، ببینیم آخر کی قهرمان میشه. لطفاً ما رو لایک کنید، از ما حمایت کنید، دستتون درد نکنه. مرسی از اینکه همراه ما هستین، خیلی دوستتون دارم به خاطر اینکه همیشه همراه منین و واقعاً کلی برامون کامنت میذارین، انرژی مثبت به ما میدین و باعث میشین که ما بتونیم برنامه‌های خوبی براتون بسازیم. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردید، دمتون گرم، خدا نگهدار. We'll be right back.